در این تست برامون مطرح شده به ترتیب در حافظه چه چیزی تعیین کننده در دسترس بودن یا نبودن اطلاعات و این امر اشاره به کدام حافظه دارد. ما میدونیم در دسترس بودن یا در دسترس نبودن اطلاعات یعنی حافظه که داریم در کار و ویژگی حافظه کاریه که این فقط تو گزینه چی اومده؟ در واقع الف اومده. حافظه بلند مدت که خود حافظه معنایی و رویدادی هم جزی از اون هستن تو گزینه‌های دیگه مطرح شده غلطه. پس جواب تستمون میشه گزینه یک و ما میدونیم ویژگی حافظه کاری، حافظه در کار، میزان استفاده دائمی از اطلاعاته.